پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. سلام بر شما، وقتتون بخیر. در 15 شوال سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، به موضوع کثرت مهاجرت امامزادگان به ویژه در قرون اول و دوم هجری قمری به ایران میپردازیم و ریشه های عشق و ارادت ورزی ایرانیان به اهل بیت علیهم السلام را نیز مرور میکنیم. با ما همراه باشید. رسالت نورانی حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله از ابتدا بر نفی و طرد نجات پرستی و برتری طلبی قومی بر قوم دیگر یا نژادی بر نژادهای دیگر بنا شد. اما این پیام متعالی و انسانی توسط بنی امیه و بنی عباس به فراموشی سپرده شد و فقط اسلام علوی علم مبارزه با نجات پرستی را بر دوش کشید. امویان و عباسیان خیلی زود به باورهای پوسیده عصر جاهلی خود رجوع نمودند و با ظواهری شکننده از اسلام سعی کردند همان مناسبات جاهلی پیش از اسلام را باز تولید نمایند. در مقابل هم در دوره حیات پربرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم در دوران امامت امیرالمؤمنین علیه السلام به مسلمانان غیر عرب تبار اهمیت داده می‌شد تا اثبات شود که ملاک اسلام نژاد و تبار و ملیت انسانها نیست، بلکه ورای رنگ پوست و زبان و خواستگاه طبقاتی و وراثتی افراد ملاک تقوا و ایمان است. درست به همین دلیل در دوره زمامداری امیرالمؤمنین علیه السلام اولین جرقه های انس و الفت موالیان به ویژه ایرانیان با اولین جانشین خاتم الانبیا حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام زده شد و مورخان شیعه و اهل تسنن روایت کرده اند که بازار کوفه مهمترین کانون اقتصادی و تجاری دارالخلافه امیرالمؤمنین علیه السلام مملو و از کسبه ایرانی و فارسی زبان بوده است. هرچه در دوره غصب خلافت توسط ابابکر و عمر و عثمان نسبت به موالیان غیر عرب تبعیض و تحقیر و ظلم صورت می گرفت، در دوره 5 ساله زعامت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به موالیان با احترام برخورد می شد و همین مهمترین عامل جذب ایشان به اهل بیت علیهم السلام بود. مورخین ثبت کرده اند که در جنگ های نهروان و سفین و جمل هم موالیان به ویژه ایرانیان از روی عشق و محبت به امیرالمؤمنین علیه السلام به لشکریان آن حضرت می پیوستند و از وفادارترین مردم به اهل بیت علیهم السلام بودند. پس از سرنگونی دولت مستعجل امویان و استقرار عباسیان و در پی تشدید فشار و سرکوب و خشونت خلفای عباسی نسبت به امامان و محبین اهل بیت و به ویژه امامزادگان، مهمترین مقصد مهاجرت اولاد امامان و محبین اهل بیت ایران بوده است. مهمترین کانون‌های کهن شیعی در ایران برای پذیرش امامزادگان حتی پیش از دوره ولایت عهدی امام رضا علیه السلام عبارت بودند از شمال شرقی به شمول خراسان بزرگ، شمال به شمول طبرستان یا همان گلستان و مازندران و گیلان کنونی و منطقه مرکزی فلات ایران شامل ری، قم، ساوه، کاشان تا عراق و اصفهان و جنوب ایران، شامل خوزستان و بوشهر و فارس. این مناطق حتی از دوره امام صادق علیه السلام هم دارای وکلای از آن حضرت بودند که امور شرعی و پرسش ها و مسائل ایشان را به آن حضرت انتقال می دادند و مردم وجوهات شرعی خود را از طریق این وکلا برای امام ارسال می کردند و به مرور این علقه و علاقه ها مناطق مذکور را به کانون های بست و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و متقابلن پناهگاهی برای مهاجرت امامزادگان تبدیل می نمود. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، در پانورامای امشب جناب آقای رحمت رئیسی، کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی از تهران، و جناب دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از کراچی همراه ما هستند.
شما نیز با ما بمانید تا بیشتر در این زمینه بگوییم و بشنویم همراه با کارشناسان برنامه. میهمانان محترم شبکه امام حسین علیه السلام، جناب آقای رئیسی و جناب آقای دکتر نقوی، سلام علیکم، وقتتون بخیر. علیکم السلام، ارادتمندم. اولین پرسش رو از جناب آقای رئیسی آغاز میکنم. ریشه های محبت و ارادت ورزی ایرانیان به ائمه علیهم السلام را چه میدانید؟ آیا با داده های ذکر شده در مقدمه برنامه موافق هستید؟ ضمن عرض درود مجدد خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم برنامه، پیش از هر چیز من ناگزیرم این تذکر رو بدم که چون مبتلا به سرماخوردگی هستم، موجب آزار و رنجش شما و بینندگان محترم از من پوزش میکنم. بزرگوارید، انشاءالله که به زودی سلامتی کاملتون رو به دست بیارید. پرسشی که فرمودید کاملا با اون چیزی که اشاره فرمودید عین واقعیت تاریخی است. ما اگر اجازه بفرمایید من به عنوان مقدمه یک اشاره رو داشته باشم تا ببینیم ریشه های این مسئله و علل دوستی ایرانیان با اهل بیت علیهم السلام چگونه شکل میگیره. بله، واقعیت اینه که ما وقتی که در حمله و مهاجمان اعراب قرار میگیریم، دو پایه رو باید در نظر داشته باشیم. پایه اول برمیگردد به داخل ایران دوره ساسانی، ظلم گسترده و عیان و در بخش اقتصادی فشار بسیار مضاعفی که بر مردم تحمیل میشه به علت جنگ‌های 25 ساله و 30 ساله‌ای که امپراتوری ساسانی با امپراتوری روم شرقی داشته که بی نتیجه هم میمونه و تهی شدن ذخایر کشور و لذا فشار آوردن دستگاه ساسانی به صورت ظلم و جور و زور مضاعف برای جمع‌آوری اموال مردم و اختلاف شدید طبقاتی، نزاع مذهبی، فقدان حمایت از مردم، نزاع میان اشراف و درباریان، به خصوص آشفتگی جامعه بر سر جانشینی این سیستم، یک مجموعی رو ایجاد میکنه که یک حس بیپناهی مطلق رو به مردم القا میکنه. این یک پایه است. اما پایه دوم در مقابل یک شعاری هست که از سوی مهاجمین تازی سر داده میشه و اون شعار توحید و عدالت و برابری انسان ها و نوید زندگی مسالمت آمیز و معرفی اسلام به عنوان یک ایده تعالی بخش یک مجموعی رو به دست میده که این تهاجم مورد استقبال قرار میگیره و اگر این استقبال نبود تحقیقا تازیان امکان پیروزی رو نداشته. به خاطر اون اندیشه توحیدی که در قبل از اسلام هم در میان ایرانیان وجود داشت، این رو دقت بکنید، حضرت زرتشت خودش از بنیانگذاران اندیشه های توحیدی است یا از پیروان اندیشه های توحیدی است، انتها بعداً در بستر زمان هست که بر اثر کج‌فهمی و سوء استفاده های متولیان یعنی مغان آیین زرتشتی به صنویت تبدیل میشه و در پرتو اون به ظلم های زیادی
جامعه میرسه. لذا این پیش زمینه توحید پرستی در میان ایرانیان موجب استقبال گرم اون ندای ظاهری مهاجمان میشه. اما به محض تفوق و سلطه‌ای که مهاجمین بر ایران پیدا میکنن، خیلی راحت به این نتیجه میرسن که متاسفانه ظلم شاهان و شهوترانی و حرمسراسازی های اونها در یک شکل جدید که شما هم به اون اشاره کردید، جاهلیت مدرن عربی توسط خلفا و نمایندگان و کارگزاران اونها شکل میگیره. از اینجاست که ایرانیان یک نوع تقابلی به خود با این تهاجم میبینن. اما اون بحث اصلی که بنمایه اسلام بود، عنوان مایه ها و پایه های فطری محکمی که دین اسلام داشت و در میان اندیشه و پذیرش جامعه مردم ایران بود، باعث ماندگاری این اسلام و این آیین در میان مردم میشه. جناب آقای رئیسی، من اجازه میخوام اینجا یک کامنتی رو عرض کنم. صدای من رو دارید؟ بله بله، صدای شما هم دارم. حالا این مطلبی که فرمودید، استقبال ایرانیان از اون حمله اعراب رو، میخوام عرض کنم خدمت بیننده های محترم که این استقبال نمیتونه استقبال از اسلام بوده باشد، چون چیزی از رنگ و بوی اسلام در اون حمله ها دیده نمیشه جز توحش، چیزی نیست. و همونطور که فرمودید، اون مسائل داخلی در ایران و زمان ساسانیان باعث شد که استقبال کنن، وگرنه کتابخانه سوزی ها و ظلم و ستم ها و آدم کشی هایی که بسیار انجام شد هیچ ربطی به پیامبر رحمت للعالمین و اسلام علوی نداشته و اون خلفا بودند که حالا ابوبکر و عمر و اون تصرفاتی که انجام دادند هیچ ارتباطی به اسلام نداشت. بله، من عرض کردم، گفتم تهاجم تازیان از همین بله. رود، یعنی ناظر بر همین فرمایش شماست که اینو عرض میکنم، میگن تهاجم تازیان در ذیل و پشت مسئله بنمایه فطری انسان و توحید و عدالت انجام میشه، در حالی که بنا به اون چیزی که همونطوری که شما من آن اشاره فرمودید در تاریخ نوشته شده، اینها بیشتر پیش زمینه های گستره و تصرف ثروت اندوزی زمین، کسب و کار تجاری و گسترش تجاری است. اتفاقا یه نکته در اینجا هست و اون اینه که اونهایی که به عنوان خلفا بعد از پیامبر ظاهر میشوند، میدانستن اگر اسلام بخواهد در همون جزیره العرب محصور بماند، تحقیقا دچار مشکل صد به بسط و گستردگی اون کس بنا که فقر و گرسنگی اعرابی که اونجا بودن و اون به اصطلاح عقب افتادگی های رو که داشتن، اینها رو بتونن در پهن از جغرافیایی شائع بدن. روی همین ما در حوزه تاریخی که تهاجم کردن و کاملا درسته و این دقیقا من به اون نفاق و تزویر ایجاد میکنم که اشاره میکنم که اون تزویر بود که مردم رو فریف تحت عنوان این که ما میخواهیم عدالت بیاوریم، ولی به محض اثر تفوق خودشون جانشین آسانی شده. این از این بابت است. اما اینجا یک نکته هست، بخشی از مردم ما در شهر کوفه، همونجور که شما اشاره کردی، و در شهر انبار از پیش به رفتارهای عدالتگونه و پرمهر و محبت امام علی آشنایی داشتن و از اونجا که آرام آرام با مسائل عبارت از لطف و محبت آنها آشنایی پیدا کردن، یعنی اونها در برابرشون، در برابر ظلمه، و از اون سوی قصه اون عهد کردن در سیره و رفتار امام علی
و اهل بیت دیده بودن موجب تقرب اونها به اهل بیت میشه. بله. به امام علی احسنتم. بیشتر گرایش پیدا میکنه. متشکرم جناب آقای رئیسی. با شما خواهیم بود. جناب دکتر نقوی از صبوری شما هم متشکرم. زبان فارسی به عنوان زبان دوم دنیای اسلام و تشیع و ایرانیان به عنوان بزرگترین ملت فرهنگ ساز در معارف اهل بیت پس از 14 قرن درخشیده اند. جناب دکتر نقوی، شما به عنوان تاریخ پژوه از جنبه تاریخی بفرمایید که ریشه های تاریخی این عشق و علاقه و فرهنگ سازی و نشر معارف تشیع در میان ایرانیان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ عرض کنم خدمتتون که اولا که توضیحات کافی در این زمینه داده شد، مقدمه برنامه اتالی هم فرمودید، آقای رئیسی هم توضیحات کافی دادن در این زمینه. حالا من دیگه وارد اون مباحث که مطرح شده نمیشم، یه بررسی یک مباحث دیگری مطرح میکنم. ببینید ایران حالا با تمام اون مشکلاتی که اواخر عصر ساسانی پیش اومد، خب یک فرهنگ و یک تاریخی داشته و اون سابقه سر جای خودش بوده، با اسلام آشنا میشه. البته من یک نکته ای رو اینجا عرض بکنم، آشنایی ایرانیان با اسلام خب تنها از طریق جنگ ها مسلماً حالا ما خیلی چی میگن منابع تاریخی در اون زمان در باره اون دوران نداریم، ولی اونطوری که تأثیری که ما می‌بینیم از پذیرش اسلام توسط ایرانیان، حالا اون طول می‌کشه ولی خب نشون میده که یک آشنایی مختصری حتی ممکنه پیش از حمله مسلمانان یا حالا اعراب ما بگیم به ایران یک آشنایی داشتن، که این یواش یواش حالا با اون حمله و اون تقابلی که بعد صورت گرفت و مواجهه‌ای که شد، خب این آشنایی بیشتر شد. حالا یک فرهنگ، یک ملتی، یک قومی با یک سابقه تحت امر یک قوم جدیدی قرار میگیره و خب حالا اون مباحثی که فرمودید که حالا اون اسلام از اون موازین اسلام که اصل برابری انسان ها بود، خب در دوره خلفا مخصوصا خلیفه دوم و حالا در دوره اموی که دیگه یک جورایی به عروج خودش میرسه که اونا اون جمعه عربی گرایی و هر چیزی رو به سمت عربی بردن و اسلام رو به یک شکلی به صورت تماما عربی مطرح میکنن، حالا متأثر از فرهنگ روم هم بودن و حال اون حکومت ساسانی رو هم پیش رو داشتن و اینا میخواستن یک امپراتوری رو به یک شکل جدیدی مطرح کنن، حالا وارد اون بحث نشید و خب اون باعث میشه که یک دوگانگی عربی و عجمی شکل بگیره، خب اعراب خودشون رو بالاتر بدونن، عجم رو زیر دست بدونن و خب نه اون جایگاه خاص رو بهشون داده میشد در جامعه، در حالی که از خدماتشون استفاده میکردن و به هر حال از ورودشون استفاده میکردن، ولی خب اون جایگاه رو بهشون نمیدن. ولی در اون برهه کوتاهی که حکومت حضرت امیر بود، ما میبینیم خب یک سری اتفاقاتی میفته. حضرت امیر ارتباطاتی رو ایجاد کنه، حتی مثلا نه صرف ایرانی ها، حالا من یک نکته انحرافی که نفس صرف ایرانی، ما اولین نماینده مثلا یهود رو در زمان حضرت امیر داریم که ایشون یک شخصی رو به عنوان نماینده یهود معین میکنه و همینطور در مورد ایرانی ما یک اماننامه در منابع تاریخی که الان من پلش گشتم پیدا نکردم اون کتابم رو، توی کتابی هم خاندان سلمان فارسی داده و یک جورای اون اماننامه در مورد ایرانیان هست و یک امتیازاتی بهشون میده و یک چیزایی در مدح ایرانی‌ها در اون اماننامه گفته. این اماننامه طولانی هست، تقریبا یک تومار بلند و بالایی هست. خب این اخلاق رو از حضرت امیر میبینن و اون تداوم اسلام اصیل محمدی، حالا یا علوی ما بهش بگید، حالا علوی حالا مرسوم شده، ولی همون اسلام محمدی رو ما در سیره حضرت امیر می‌بینیم. خب
و از اون زمان خب حضرت امیر هم ارتباطات زیادی با ایرانیان پیدا میکنن، و خب ما میبینیم بعد از حضرت امیر هم به همین دلیل ایرانیان همیشه خاندان اهل بیت با حضرت امیر و خاندان اهل بیت ارادت داشتن، ارتباط داشتن، و خب همون فرهنگ رو در این زمینه به کار بردن، اون پیشینه و بله سابقه تاریخی و فرهنگی که داشتن، زبانشون و همین چیز در این زمینه به کار بردن. و ما در زمان بنی امیه و بنی عباس و حالا در عصور بعد حتی مسلمان ایرانیان غیر شیعه هم میبینیم، حالا این صرفا در مورد شیعیان نیست، در غیر شیعیان هم اون ارتباط با اهل بیت و اون علاقه به اهل بیت هنوز هم هست و از قدیم هم بوده و در آثارشون در همه چیز مشخص است، که دلیل اصلیش همین توجهی هستش که حضرت امیر و بعدها ائمه در تداوم همون سیره پیامبر و سیره امیرالمؤمنین به ایرانیان به طور خصوصی و به طور عموم در تمام کسانی که حالا وارد جامعه اسلامی شده بودند داشتند. بله احسنتم، یعنی همان عملی و اجرایی کردن آیه قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. متشکرم از شما جناب دکتر نقوی. بله. جناب آقای رئیسی، مهاجرت امامزادگان به ویژه حضرت عبدالعظیم حسنی چه تأثیراتی بر فرهنگ و جامعه ایران داشت؟ بله، ببینید من اول این رو عرض کنم، این ایرانیان، من داشتم همین رو عرض میکردم که دکتر نقوی هم خیلی اشاره فرمودن به درستی، ایرانیان انتظار داشتن که اینهایی که مهاجم هستن واقعا به اون به اصطلاح ندایی رو که بلند کردن وفادار باشن، در حالی که مشخص شد اونها پشت این ندا قایم شدن در حقیقت، و مقصد اونها مقاصد دیگری است غیر از اون چیزی که بوده. چرا؟ چون مقصد اصلی بر اساس آموزه‌های قرآنی که در آن به برابری انسان‌ها علی رغم نژاد، قبیله، طبقه، ثروت، دارایی و مکنت اونها تاکید شده بود، با اونها رفتار نشد. اینها دیدن که خود اینها برتری و تفوق جویی نژادی پیدا کردن، اون غیر از عرب و غیر از خودشون رو نژاد پس و نژاد پایین می شمردن. اینجا بود که اون رگه های اولیه اندیشه رو در به اصطلاح قداست سخنان و رفتارهای علویان به خصوص حضرت علی علیه السلام اینها مشاهده میکنن، و اینها میبینن که دقیقا همین ظلم فاحشتر از اون بر علوی صورت گرفته و در برابر سختگیری بنی امیه و بنی عباس نسبت و اون تعارضی که بین بنی امیه و علویان به شخص حضرت میبینن، بهترین تفسیر از همین مسئله برابری و عدالت یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم یا شایست سالاری بر اساس ایمان به خدا صورت میگیره در کلام حضرت علی و در سیره رفتاری حضرت علی هست. اون هست که بهترین تفسیر از اون اسلامی که اینها با خودشون اندیشیده بودن رو پیدا میکنه. اینجا دین حضرت و شیعیان حضرت در میان و به اهل بیت خودشون رو نزدیک میبینن، در حقیقت یک انطباق فکری و نظری میبینن بین خودشون و آرا و عقاید حضرت علی و علویان نسبت به آیین اسلام. اون چیزی اما اون چه که فهمود راجع به حضور حضرت عبدالعظیم الله علیه در ایران به یک سیر بسیار مهمی رو داره. یکیش همینه بود که اشاره فرمودید، در مناطق شمالی ما مثل طبرستان که امروز از گستره گلستان تا ایران شروع میشه، و در مناطق مرکزی مثل قم، ری و امثال اینجا حتی کاشان، و در بخش‌های شمالی در خراسان اونجاها که این اقدامات انجام میشه، همه
در دوره عباسیان به ایان علوی و آنانی که همراهی با این طرز تفکر و عقیده رو دارن شدت و حدت زیادی پیدا کرد، به خصوص اینکه ایمان به ائمه به عنوان پیشوایان دینی اینجاست که اینها پناهگاه و مأمن خودشون رو در مرکزی خلافت میدونن و بهترین مرکز رو هم در همین مناطق ایران که اشاره فرمودید، که چنان که میدونید که حضرت عبدالعظیم در زمان امام موسی کاظم سلام الله علیه متولد میشن و از دوری که به قول سن معروف به سن تمیز رو درک میکنن و پس از اون حضرت امام رضا رو و بعدش هم امام جواد رو و حتی از امام هادی اون جواد از این افرادی که میتواند فرهنگ شیعه رو دنبال بکنه و نمای ائمه رو. اما قبل از اون سایرین رو هم داشتیم مثل خود یحیی و زید، خود زید ابن علی ابن حسین که خب اینها از قائمین بودن، قیام کنندگان بودن به خاطر فرار از دست ستم و جباریت امویان در دوره عبدالملک مروان مروانیان و بعدش هم فرزند مجاهدینی که برای احقاق حقوق حق لحانه داشتن و یا مبارزه میکردن، اینها از برای فرار از چنگال اون ستم به این مناطق اومدن و در همین بعد خب یعنی ابن زید رو داریم و شخصیت‌های مبارز دیگری که اینها وقتی که می اومدن و با اون لسان قوم و با اون پیام ملینی که داشتن برای مردم از فرهنگ اصیل علوی صحبت میکردن و مردمی که در برابر ستم خلیفه و نمایندگان خلفا به سطوح اومده بودن یک ندای حق طلبی رو بشیدن، با اونها به شدت همکاری میکردن و همراهی میکردن و اونها رو در حالت عبودیت من عرضم تمام شد. متشکرم جناب آقای رئیسی. جناب دکتر نقوی، چرا امامزادگان به مصر یا حبشه یا شام یا دیگر کشورها مهاجرت نکردند؟ بفرمایید که چه عواملی باعث شد تا تعداد زیادی از امامزادگان به ایران مهاجرت کنند؟ عرض کنم خدمتتون ببینید، اولا که امامزادگان حالا به جاهای دیگر مهاجرت کردن، ما مثلا فرزند عبدالله فکر کنم نفس زکیه بود، ادریس که به مغرب رفت و در مغرب تشکیل حکومت هم دادن و چندین یه مدت طولانی هم حکومت کردن و علاوه بر اون، ولی خب مهاجرت نسبت به اون مناطق کمتر بود یا حالا بعداً صورت گرفت. این حالا ادریس که خب قرن همون اواخر قرن دوم اولیه در همون زمانی که مثلا ادریس، حالا یک نمونه است که مثلا بیشتر مهاجرت ها خب نسبت به ایران بوده. بله این موارد در تاریخ ذکر شده، ولی خب نسبت به تعدادی که به ایران مهاجرت میکردن قابل قیاس نیست. بله من همین عرض، حالا اونم عرض بکنم که اونجا در حال بی نصیب نبوده و خب حکومت مقتدری هم تشکیل میشونده، ولی خب در ایران خب برای اول اینکه خب از لحاظ رفت و آمد خب این مقدار راحت تر بوده از عراق و اون طرف به اینجا اومدن. دو اینکه خب اون پیشینه ارتباط اهل بیت با ایران بوده، خب در زمان پیامبر، حالا من خودم فکر کنم که حتی زمان پیامبر هم یه ارتباطی با ایران و هند ما داشتیم، خب اون پیشینه بوده و پیشینه ارتباط اهل تعمیر بوده و همین بحثی که اون اول برنامه شد که اون
عربیت و عجمیتی که حالا اون اول صدر اسلام هم همین بحث بوده و در زمان خود بنی امیه مخصوصا این بحث مطرح شد و خب عباسیان هم از اون سوء استفاده کردن یه جورایی، همون بحثی که در صدر اسلام ما داریم. خب علویان اومدن ایران با اون شعار خاندان پیامبر و خب عباسیان بعدا از اون سوء استفاده کردن، ولی خب همین ارتباطی که با ایران بوده خب تاثیر زیادی داشته. علاوه بر این خب ایران از لحاظ سیاسی، از لحاظ جغرافیایی خب یک منطقه مهمی بوده و نیروهای زیادی هم داشتن ایرانی ها که خب زبده هم بودن در جنگ و بخاطر خیلی مهاجرت ها نسبت و خب ایرانی ها هم میپذیرن اهل بیت رو. حتی مثلا ما ابو مسلم خراسانی که از طرف عباسیان وارد میشه، ابو مسلم خراسانی حالا در بین ایرانیان مورد پذیرش قرار میگیره. ما میبینیم بیشتر دلیلش همین استش که اون خودش رو حالا یه جورایی اون شعار معروف، حالا من همین الان ذهنم خارج شد، که علویان بر سکه هاشون نقد کرده بودن رو اون ابو مسلم استفاده میکنه و آیه معروف ذوی القربا هست و قل اسالکم علیه اجرا، اون آیه رو خب علویان استفاده کرده بودن ابتدای کار، ولی بعد خب اینا به عنوان اینکه خودشون رو به اون منصوب بکنن و از اون محیط ایران استفاده بکنن، خب اینا همش نشون میده که اون عمق علاقه و ارتباط با اهل بیت در بین ایرانیان بسیار زیاد بوده. که خب حالا اینا هم وقتی عباسیان هم میخوان از ایرانی ها استفاده بکنن، خب به هر حال یک منطقه مهمی بوده، هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ قدرت نظامی، خب همون شعار رو استفاده میکنن تا اینها رو به خودشون نزدیک کنن و بعد حالا که به پیروزی میرسن خب اهداف خودشون رو دنبال میکنن. بله متشکرم. دقایق پایانی این گفتگو هستیم. جناب آقای رئیسی، راجع به کثرت مهاجرت امامزادگان به ایران و ریشه های ارادت ورزی ایرانیان به اهل بیت علیهم السلام میشنویم سخن پایانی حضرت عالی. خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که همونطوری که شما فرمودید، البته معذرت در مغرب اومدن و علویان در طبرستان اومدن، فاطمیان در مصر اومدن و در اندلس هم رفتن و حکومت تشکیل دادن. در مورد مسائل ارادت ورزی ابتدا ما شیعه خوبی داریم، ارادت ورزان علاقمندان به پیامبر و ساحت قدس پیامبر و ساحت قدس ائمه و به خصوص امام علی و اهل بیت ایشون هست. بعد از خلافت حضرت علی علیه السلام ایشون شیعیان تبدیل به یک جریان سیاسی و حزبی میشن و با دوره شیعه سیاسی انجام صورت میگیره. بعد از دوره امام صادق دوره شیعه به عنوان یک فقه معتبر اسلامی و یک مذهب مطرح میشه. در دوره ای که اینها وارد ایران میشن، در همین دوره شیعیان سیاسی است که وقتی که عالی بویه در ایران تشکیل حکومت میده در حمید الحسان، برای نخستین بار مسئله غدیر به صورت رسمی مطرح میشه و یک جشن ایدانه برگزار میشه. بله اینجاست که مکان و سرزمین برای مبارزین اهلی جهالت عربی و خلافت خصوص عباسیان، خلافت امویان، مروانیان و بعد از اون از همه مهمتر عباسیان که به اصطلاح بسیار خشن هم رفتار میکردن و ظلم و جور عظیمی رو در لوای اسلام و عنوان اسلام داشتن برپا میکردن، این مبارزین پناهگاه و مأمن اصلی خودشون رو در ذیل همین حکومت‌هایی دیدن که همگی ارادت ورز ساحت قدس علوی بودن. احسنتم. این مرحله هست، مرحله این مهاجرت عظیم هستیم. و
حالا اون دوره امام رضا علیه السلام هم خیلی مطرحه و مهمه که خودش دو بعد اساسی داره که نقش حضرت امام رضا بسیار مؤثره که حالا در یک برنامه دیگر و فرصت دیگر. انشاءالله، متشکرم. جناب دکتر نقوی، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، میشنویم سخن پایانی شما. من فقط یه نکته پایانی عرض می‌کنم. در کنار همین تقسیم بندی زمانی که تاریخی که فرمودن جناب رئیس، با یک بحثی داریم که اهل امامزادگان و خاندان اهل بیت پیروی از سیره پیامبر و حضرت امیر می‌کردن و این نکته اینجا خودشو نشون میده که ما در مورد امامزادگان خیلی وقتا این بحث مطرح میشه که آقا اینا مثلا ببخشید شیعه بودن یا سنی بودن. این نشون میده که اینها علاوه بر این که حالا مذهب خودشون رو هم رواج میدادن، خیلی در زندگی عملی پیرو این بحث نبودن که مردم رو به خاطر مذهب از خودشون دور بکنند یا مثلا کسایی رو نزدیک بکنند. این همه گیری هم خیلی در ریشه یابی اون علاقه مردم فرهنگ های مختلف که حالا یا ادیان مختلف به اهل بیت نکته خیلی مهمی است که گفتم فقط به عنوان نکته پایانی عرض بدم. از هر دو بزرگوار متشکرم، جناب دکتر نقوی و جناب آقای رئیسی که دعوت شبکه امام حسین علیه السلام رو پذیرفتید. بیننده های محترم، با ادامه پانوراما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با اخبار شیعه در افق پانوراما. مراکز پژوهشی و رسانه‌ای در سراسر عراق روز چهارشنبه در سمیناری نسبت به اهمیت غنی شدن کتابخانه‌ها و مراکز مختلف با کتب شیعی خبر دادند. گفته می شود هدف از این کار نشر هرچه بیشتر علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام است. لازم به ذکر است مطرح شدن این درخواست نیز به نوبه خود اقدام بی سابقه تلقی می شود. گفتنی است این درخواست توسط مرکز اطلاع رسانی بین المللی آستان مقدس حسینی و مؤسسه گفتگوی النبا در شهر مقدس کربلا و برخی دیگر از مراکز مطرح شده است. درخواست کنندگان معتقدند با انتشار اندیشه اهل بیت، اندیشه و فرهنگ صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز پیش از پیش منتشر خواهد شد. پیش از این توماس ترافینی، نماینده واتیکان که از مراکز مهم فرهنگی و دینی در عراق دیدن کرده بود، در مذاکره با مسئولان مؤسسات مختلف نسبت به انتشار اندیشه اهل بیت علیهم السلام تأکید کرده و آن را عاملی برای انتشار اعتقادات صلح‌آمیز در جهان دانسته بود. روز گذشته 58 سازمان بین المللی حقوق بشری از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا علاوه بر عهده گرفتن مسئولیت های خود در اجرای احترام به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و حمایت از غیر نظامیان و ارائه کمک های بشر دوستانه به غزه برای توقف فوری آتش بس در این منطقه نیز اقدامی مفید انجام دهد. این کشورها در بیانیه مشترک خواستار لزوم جلوگیری از تمامی تخلفات و جنایات غیر انسانی علیه کسانی که کمک‌های بشر دوستانه در این باریکه جنگ زده ارائه می‌دهند شدند و نقض آن را از موارد نادیده گرفتن آشکار قوانین بین‌المللی بشر دوستانه دانستند. در ادامه این بیانیه، سازمان‌های حقوق بشری از کشورهای جهان خواستند تا جنایت شنیع و تخلفات ارتش اسرائیل علیه غیر نظامیان، خبرنگاران و امدادگران بشر دوستانه را به شدت محکوم کنند. در پایان این بیانیه
سازمان‌های حقوق بشری از دادگاه کیفری بین المللی نیز خواستند تا به نقش خود در ایفای عدالت و مسئولیت مجرمان جنگی بپردازند و آنها را محاکمه کنند. ارتش عراق اعلام کرد که دو شبه نظامی از گروهک سنی‌های تندروی داعش را روز سه‌شنبه در یک حمله هوایی در استان دیاله در شرق عراق به هلاکت رسانیده است. گفتنی است بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی رسیده، جنگنده‌های عراقی یک مخفیگاه مرتبط با گروه سنی‌های تندروی داعش را در رشته کوه همرین در شمال استان دیاله مورد حمله هوایی قرار دادند که در نتیجه آن مخفیگاه منهدم شد و همه شبه نظامیان داخل آن کشته شدند. در این عملیات جسد دو نفر از اعضای گروهک سنی‌های تندروی داعش که گمان می‌رود از رهبران ارشد این گروه در استان باشند یافته و همچنین مقدار قابل توجهی اسلحه و مهمات نیز کشف و ضبط شد. در پایان لازم به ذکر است وضعیت امنیتی در عراق پس از شکست سنی‌های تندروی داعش در سال 2017 بهبود یافته است. با این حال بقایای این گروهک مخفیانه به مراکز شهری، بیابانها و مناطق ناهموار نفوذ کرده و تاکنون حملات چریکی مکرری را علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامیان انجام دادند. خبری از اوضاع مهاجران آفریقایی در اروپا. سازمان ملل از بریتانیا خواستند تا در تصمیم اخراج مهاجران غیرقانونی به رواندا پس از تصویب آن در پارلمان تجدید نظر کند. سازمان ملل در این درخواست هشدار داده است که چنین تصمیمی حاکمیت قانون را تهدید و یک سابقه خطرناک جهانی ایجاد می‌کند. ولکر تروک کمیسر عالی حقوق بشر و فیلیپا گراندی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل روز سه‌شنبه از دولت ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا خواستند تا اقدامات عملی برای مقابله با جریان‌های نامنظم پناهجویان و مهاجران را بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به حقوق بشر بین‌المللی اتخاذ کنند. از سوی دیگر مایکل اوفلاهرتی کمیسر حقوق بشر شورای اروپا نیز به نوبه خود از دولت بریتانیا خواست تا از اخراج افراد زیر چتر سیاست رواندا خودداری کند. قابل ذکر است پارلمان بریتانیا روز دوشنبه لایحه بحث برانگیز را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد پناهجویانی را که به طور منظم وارد این کشور شده اند از بریتانیا اخراج و به رواندا اعزام کند. سازمان مهاجرت سازمان ملل OIM چهارم اردیبهشت ماه از واژگونی قایق پناهجویان در سواحل جیبوتی خبر داد. گفتنی است در این حادثه دست کم 16 نفر کشته و 28 نفر دیگر مفقود شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان بین المللی مهاجرت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فاجعه واژگونی قایق در سواحل جیبوتی با 77 مهاجر از جمله چند کودک رخ داد. در همین راستا برهانو تزهاگایه سفیر اتیوپی در جیبوتی در پیام دیگری در شبکه اجتماعی ایکس زمان این حادثه را شامگاه دوشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد و نوشت این قایق حامل مهاجران اتیوپایی از یمن بود و 33 نفر از جمله یک زن جان سالم به در بردند. شاید ذکر است اتیوپی دومین کشور پرجمعیت آفریقا درگیر جنگ‌های داخلی و خشکسالی شدید است و بیش از 15% از 120 میلیون جمعیت آن به کمک‌های غذایی سازمان ملل وابسته‌اند. علی بیت‌اللهی رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ایران طی اظهاراتی گفت محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که چیزی حدود 49% جمعیت کل ایران بر روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارد.
علی بیت اللهی درباره مطالعات انجام شده برای شناسایی اینکه چه میزان جمعیتی از ایران که در پهنه فرونشستی سکونت دارند اظهار داشت. در این باره گزارشی تهیه کردم که در این گزارش نقشه های فرونشستی و سکونتگاه های جمعیتی شهری و روستایی را بررسی کردم و تطابق دادم. وی در ادامه افزود مطالعات نشان می‌دهد که متأسفانه محدوده‌های جمعیتی عمده و کلان کشور مانند تهران، مشهد، شیراز، کرمان و از همه مهمتر اصفهان و چند کلان شهر دیگر دقیقاً در محدوده فرونشستی قرار دارند یا مجاورت و حاشیه زون‌های فرونشستی واقع شدند. رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تأکید کرد خصلت فرونشست زمین این است که هر روز ادامه دارد و استنباط می‌یابد. وی همچنین تأکید کرد اگر همین روال ادامه پیدا کند این زون‌های مجاورت فرونشست هم جزو پهنه‌های فرونشست خواهد شد و به این پهنه می‌پیوندند و وسعت فرونشست افزایش پیدا می‌کند. و خبر پایانی امشب، بارش شدید باران در استانهای اصفهان و یزد باعث وقوع سیل، آب گرفتگی و کندی رفت و آمد در شماری از شهرستانهای این دو استان شده است. مدیریت بحران استانداری یزد روز گذشته اعلام کرد تمام مقاطع تحصیلی شهرستان یزد به علت بارندگی امروز به صورت غیر حضوری برگزار می شود. طبق این گزارش، بارش شدید باران در استان یزد موجب تخریب برخی مناظر قدیمی، مسدود شدن برخی جاده‌ها و کندی رفت و آمد در شماری از شهرستان‌های استان شده است. در همین راستا، مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان گفت سیل دو دستگاه خودروی کامیون را در شهرستان نائین با خود برد و باعث آسیب و خرابی به سه بابخانه در شهرستان آران و بیدگل شد. از سوی دیگر در استان کرمان نیز رئیس ستاد بحران شهرستان زرند اعلام کرد به دلیل شرایط نامناسب جوی و احتمال بارندگی شدید امروز کلیه مدارس این شهرستان تعطیل است. فرماندار زرند نسبت به مسافرت به مناطق کوهستانی و قرار گرفتن در مسیر رودخانه ها هشدار داده است. بینندگان گرامی، سپاس از همراهی شما با خبر پانوراما. شب خوش. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، از همراهیتون با پانورامای امشب متشکرم. کثرت مهاجرت امامزادگان به ایران و ریشه های ارادت ورزی ایرانیان به اهل بیت علیه السلام رو با حضور کارشناسان و میهمانان محترم برنامه بررسی کردیم. بیشتر مطالعه کنیم، آگاه شویم و دیگران رو آگاه کنیم. تشکر از همراهیتون. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.